بریم قسمت آپشنز دوباره، بقیه کارها. این که گفتیم رنگو تغییر دادیم، اینم که میل آپشناشو گفتیم. ادرس بوک، همین ادرس بوک که اینجا کار کردیم، که میتونید یه سری تغییراتی رو برای داشتن نظم انجام بدید. اد کانتکت، میتونید چیکار کنید؟ یه کانتکت جدید برای کاراتون اضافه کنید. اد کاتگوری، گروه بندیش کنید. کویک بیل دارم که به روش خیلی ساده میاد چیکار میکنه این آدرس رو. اد کانتکت رو میزنم. نیم، اسم طرف رو میتونید بنویسید، مثلا چیه؟ اکبر. میدل نیم، ای زد، حالا هرچی. لست نیم، زهیری. خب نیک نیم، چیزی خاصی ندارم، ایمیلش رو، مهم اینه اینو بنویسید. حالا اینا رو بنویسید ننویسید، ایمیلش ای زهیری 2000 مثلا. ادساین کامل، یاهو. پس یه روش اضافه کردن آدرس ایمیل دارید. آدرس دوم سوم والا چیزایی که هست. کاتگوری هم میتونی از موضوع شما که میتونی همینجا درست کنید، مثلا تیچرز یه کاتگوری درست کنی، شماره تلفن، آدرس، نمیدونم پیجرش، فکسش، اینا، شرکت، اینا، اطلاعات اضافی که میخوایی میتونی اینجا کامل بنویسید. خیابان، آدرس، شماره تلفن، هر چی دلت میخواد که ما نمیخواییم. و سیو میتونی بزنی، سیو اندر سخیرش کن، یکی دیگه اضافه کن. بس تو ادرس بوک شما میتونی چیکار کنید؟ دان انجام شد، آدرس این انجام شد، انجام دادم. بس تو ادرس بوک من چیکار کردم؟ اضافه کردم. بس اد کانتکت میتونی خودت مشخصات یه نفر کامل اضافه کنی. کاتگوری هم یعنی گروه بندی کنیم. من الان چند تا کاتگوری دارم؟ یه دونه به اسم تیچرز. میتونم کاتگوری دوم درست کنم، اد کاتگوری، طبقه بندی کنم، یا بگم که کاتگوری دوم مثلا ارزم به حضور شما که به اسم ارزم به حضور شما که فرندز درست کنم، دوستانم. اد کاتگوری اینجا الان علاوه بر تیچرز یه کاتگوری دیگه درست کردم به اسم چی؟ فرندز. واسه این دو تا کاتگوری دارم. حالا توی اینها میخوام از بین دوست اد کانتکت، برید کانتکت هایی که من الان دارم اینجا نگاه کنید. اکبر زهیری هست، اکبر زهیری این هست، اینایی که مصطفی زهیری هستش. میدونم از اینجا هم کویک بیلدرم اینجاست، میتونم اضافه کنم، میتونم بیام اینجا اد تو کاتگوری کسی رو انتخاب کنم، مثلا این اکبر زهیری، این دوتا مصطفی رو انتخاب میکنم، اد تو کاتگوری مثلا تیچرز، اینا رو اضافه کنم به تیچرزم، که بعدن به چه دردی میخوره. ببینید شما وقتی که کامپوز رو میارید، نامه میخواید بنویسید، کامپوز، حالا کاتگوری به چه دردی میخوره، شما به 500 نفر میخواید دوستات کارت تبریک بفرستید، لازم نیست که اینجا برداری بنویسید اکبر زهیری، حسن، حسین، اینا کافیه اونا تو اون کاتگوری باشن، فقط کافیه اینجا بنویسید تیچرز. ببینید تیچرز که بنویسی دیگه کافیه، به همه اونها میره، فقط سابجکت تبریک، سلام، سال نو مبارک، یه گلم براشون مثلا اتچ میکنی. دیگه لازم نیست که اینجا بیای ایمیل همه رو بنویسی، چون اینا تو این ایمیل قرار دارن تیچرز. حالا میخوای سی سی هم فرندز هم باشه، فرندز، کاتگوری فرندز انتخاب میکنی، یعنی آدرس هایی که در داخل کاتگوری فرند قرار دارن، تیچر دارن، همشون ایمیلشون دریافت میکنن، سند. بس هیچ نیازی نداره. خب همونطور که میبینی خودش آدرس ها رو دیگه برداشت، میبینید میگه به اینا ایمیل اینها نامه فرستاده شد، اونایی که چون داخل اون کاتگوری بودن. بس اینم فایده کاتگوریه که موقعی که یه گروه تقسیم میشه، آدرس هایی که هستن انجام میشه. برای نمونه من یه کار بزرگتر انجام میدم، من با این ساین اوت میکنم، اینجا دقت کنید، من تو ایمیلم آدرس زیاد دارم، ادرسیزو میزنم و کاتگوری زیاد دارم چون ایمیل اصلیمه. ببینید وقتی اینو من میزنم از کانتاکت کاتگوری، اینا چیزایی که میبینید مشخصه، میبینید کاتگوری فلاور دارم، همکاری دارم، هدایت دارم، آی ارن دارم، منیجرز دارم. من منیجرز رو بزنم چون اینا تو این طبقه مدیرا هستن، مدیرایی که آدرس ایمیلشون، یعنی از بین
ارزم حضور شما که 17 تا شما آدر تو این قرار دادم، 17 تا مدیر هست. من به جایی که تمام این مدیرها رو انتخاب کنم براشون نام قرار بنویسم کافیه. وقتی که کامپوز رو مینویسم، کامپوز قرار میدم، موقعی که کامپوز رو دارم مینویسم، برم به جایی که از اون 600 تا آدرس پیدا کنم، چون اینا رو تو یه طبقه قرار دادم، دوستامو تو یه طبقه قرار دادم، اینجا کافیه بنویسم منیجرز. ببینید منیجر 17، بعد سابجکت ارزم بزرگ شما که سایت سلام، لطفاً آدرس سایت های جدیدتان را به من بفرستید. خب سند. ببینید من فقط نوشتم منیجرز، ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید به همه ی آدرس اینا چیکار کرد؟ این نامه رو فرستاد. بس خوبی کاتگوری اینه که شما آدرس بر 20 نفر دوستانتون مشخصه به کیا دارید بنویسید و داخل کاتگوری قرار میدید و فقط به کاتگوری نامه مینویسید. خب اینم از آدرس بود. اما قسمت بعدی کلندر، تقویم، یا از اینجا میتونید بنویسید کلندر، از اینجا میتونید بنویسید تقویم. شما توی تقویمتون ارزم حضور شما که گزینه‌های مختلفی رو خواهید داشت که مثلا برای این که ریمایندر مثلا یادآوری کنه سال ارزم حضور ازدواج فرض کنید، جشن تولد، چیزایی که هستش، ایونت، حوادثی که برای شما اتفاق میفته، هالیدی، تعطیلات. بس روی تقویم میتونید شما چیکار کنید اینا رو مشخص کنید.